کتاب دلیران تنگستانی تصنیف محمد حسین آدمیت راوی اسام سانی به نام خداوند منتقم عادل دیباچه پیش از آنکه شروع به سرگذشت کنیم برای مزید بصیرت و اطلاع هموطنان محترم به ویژه اهالی شمال که اطلاع کامل از اوضاع جنوب در زمان جنگ بین الملل ندارند لازم می‌دانیم مختصری از وقایع اتفاقی آنجا را بیان کنیم. بوشهر بزرگترین و مهمترین بنادر ایران و قریب 100 سال است که مرکز بنادر جنوب شناخته شده است. قبل از ظهور و ورود دین اسلام در ایران بندری به نام بوشهر اساساً وجود نداشت. آبادی در دو فرسنگی سمت جنوب بوشهر در ساحل دریا بوده است که آنجا را ریشهر مینامیدن که همکنون خرابه آن باقی و از آثار و علائم مشهود که بندری آباد و معتبر بوده است. به قول معلفین فارسنامه ناصری و گنج دانش بوشهر از زمان کریم خان زن رو به آبادی گذارده است. و قبل از آن جز چند کومه که ساکنین آن از سواحل غربی خدیج فارس یعنی بحرین قطیف مسقط بدانجا هجرت کرده و شغل آنها سید ماهی بوده از چیزی وجود نداشته. در زمان ناصر شاه این بندر رو به عمران و اهمیت گذارد و از بنادر تجاری مهم محسوب و مطمع نظر همسایه جنوبی شده. تا در سال 1273 هجری قمری که شهر هرات از طرف دولت ایران محاصره شد انگلیسی ها خائف گشته و برای انصراف ایران از تصرف هرات که کلید هندوستان شمرده می شود سی کشتی جنگی به خلیج فارس فرستاد و بعد از مختصر جنگی با قشون ساخلوی بوشهر بندر را تصرف کردند اما در این وقت برای اولین بار دلیران تنگستانی را در مقابل خود دیدند. بلوک تنگستان از سمت جنوب بوشهر به فاصله پنج فرسخ شروع شده و تا خاک دشتی امتداد میابد. مرکز تنگستان قصبه اهرم است که تقریبا در چهارده فرسخی بوشهر واقع شده که محصول این نقاط جو گند و مرکبات تنباکوی گرم است که از آنجا به بوشهر آورده می و در عوض قندوچهای اقمشه و سایر اجناس خارجی می خرن. خوراک اهالی به طور عموم منحصر به نان خورما و انواع سبزیهاست و تنباکوی محصول آنجا خیلی تند و زننده است و اهالی علاقه زیادی بدان دارند و زن و مرد به حد افراد استعمال می کنند. مرد و زن آنجا در کمال شجاعت و دلیری صاحب غیرت و ناموز پرست و به علت گرمی فوقلاده هوا و حرارت شدید آفتاب کم حوصله و زود رنج هستند. مزاج و شوخی را نمیشناسند به اندک ناملایم از جا در رفته و کمترین مجازات طرف را کشتن می دانند. زن و مرد همه زحمتکش و در اقسام کشت و زر ید طولایی دارند و با آنکه گرمای آن صفحات مشهور و در تمام مدت تابستان درجه حرارت به میزان فارنهایت همواره از صد متجاوز است و آفتاب در تمام سال با شدت هرچه تمام تر میتابد با زنها به طور کلی خالی از ملاحت و وجاهت نیستند. آنها هجاب ندارن اما بلفتر نجیب و سازگارند و عمل قبیه در میان آنها به ندرت یاف می شود و در صورت وقوع هم سزای فائل و مفعول قتل است. دلوار ده کوچکی است جزء خاک تنگستان که در شش فرسخی بوشهر در ساحل دریا واقع شده و از این جهت میتوان آن را بندر کوچکی شمرد اطلاقی چند فاصل بین دلوار و دریاست. کشتی های بزرگ تا نزدیکی ساحل آنجا می توانند بیایند. اهرم مرکز تنگستان قریه ایستارای یک هزار خانه که تمام از گل و گچ بنا شده و خانه زابط آنجا قلع مانندی است که روی تل بزرگی بنیاد شده و در کمال استحکام با گچ و سنگ های معمولی آنجا که از گوش ماهی متحجر شده ساخته اند. و تمام لوازم زندگانی و ایستادگی در مقابل متعدیان خارجی در آن قلعه موجود بوده. در این وقت که داستان ما شروع می شود، زابط و کت خدای روستای دلوار رئیس علی نام است از اهالی تنگستان که از حیث شجاعت و دلاوری کم نظیر و در دیانت و حب وطن متعصب و با نفوذ و سلطه اجنبیان سخت مخالف است. قصبه اهرم در دست خزرخان و قصبه چاهکوتارا را شیخ حسین خان زابط است این هر دو از هر حیث بر رئیس علی شباهت دارند و در مخالفت و معاندت با همسایه جنوبی متفق القول هستند این خوانین سالهای دراز در آن نقاط پدر بر پدر ریاست و سمت بزرگتری و رهبری قوم را دارا بوده و تنگستانی ها آنان را به درجه پرستش دوست داشته و در مقابل اوامر آنها مطیع بودند. در سال 1272 هجری قمری قشون انگلیس بوشه را تصرف کرد. در این زمان باقرخان زابط تنگستان و پسر رشیدش احمد خان تنگستانی با چهارصد نفر توفنچی در قلعه ریشهر شهر بودند. حاکم بوشهر و والی فارس از آنها استمداد کردند. در ساعتی که قلعه ریشهر شهر خالی از هر گونه استحکامات لازم بود، احمد خان همانجا را معمن قرار داد و منتظر ورود انگلیسی ها نشست. سپاه انگلیس که 8000 نفر بودند، توپهای متعدد نیز پیاده کرده و بر کنار دریا نصب کردند و هنگام زوال آفتاب بر قلعه ریشهر حمله آوردند و آن جوان مردان معدود از کسرت دشمن اندیشه نکردند و شب را به سختی به آورده و همین که هوا روشن شد شروع به جنگ نمودند. انگلیسی ها از جانب خشکی و دریا بنای شلیک به قلعه را گذارده و از هر جانب هجوم آوردند. تنگسانیان که از جان گذشته و بر سر راه مرگ نشسته بودند، آن قطر پای صبات فشردند که به قشون دشمن نزدیک شده و دست از توفن کشیده با شمشیر و دشنه بنای خونریزی را گذاردند. عده مختولین دشمن را به 800 نفر رسانیده و پنج اراده توپ را از آنها گرفتند. بالاخره احمد خان و هفتاد دو نفر از آن نام آوران کشته شدند و پدر پیر به مرگ فرزند جوان نشست و قلعه به تصرف اجنبی درآمد. گویان در آن هنگام که جوان مردان تصمیم به جنگ گرفته بودند میرزا احمد خان ولد عبدالرسول منشی قنسولگری انگلیس در بوشهر بود و با احمد خان تنگستانی سابقه دوستی داشت مکتوبی به وی نوشت و به عقیده خود اندرز داد که از عقل به دور است با عده معدودی با قشون نامعدود انگلیس طرف شوی و با توفنگ فتیله جلوی توپ ده پندی آنها بیستی بهتران که از این خیال منصرف شوی و کار آنان را با کارگزاران دولت ایران گذاری آن شیر بیشه دلاوری در پاسخ دوست خود نامه نگاشت و عدم خوف از مرگ در راه دین و وطن را تذکر داد و ضمنا این قطعه را در مکتوب خیش گنجانید احمدا ای که شاه خوبانی بیبی بی بخت با دم سازد چار آسیم و ما نمی ترسیم از دو لکات و سه سر بازد. برخی این قطعه را به محمد خان دشتی شاعر مشهور نسبت می که یهدمل از محمد خان بوده و احمد خان بدان تمسک جسته باشد. در سال 1333 هجری قمری حکمران بنادر جنوب میرزا علی محمد خان معقر و دوله شیرازی بود. وی مردی سائس و سیاست مدار و چشم و گوش باز می بود و از بد و حکمرانی خود در بنادر به دولت پیشنهاد کرده بود که یک اده قشون و مستحوز به بوشه روانه سازد. اما حال دولت ایران در آن وقت معلوم است. در حقیقت مملکت ایران منحصر به تهران و دولت ایران یک اده وزرای خائن و خائف ساکن تهران بودند. لذا تقاضای معقر و دوله به موقع اجرا گذارده نشد وی به چند نفر آژان گرسنه که در بوشهر بود اکتفا نمود و به این ترتیب حکمرانی می کرد. جنگ بین المللی پیش آمد و نفوذ دائمی همسایگی جنوبی در بنادر رو به افزونی گذاشت. هر روز کشتی جنگی جدیدی در مقابل بوشهر لنگر میانداخت و هر ساعت اختاریه و اعلانهای عجیب و غریبی بود که از طرف جنرال قنسولگری دولت انگلیس به دیوار خانه های بوشهر چسبانده میشد. از چندی قبل یک نفر تاجدار آلمانی و خانومش در امارت بیرون شهر که به امارت جرمنی موسوم از ساکن شده و مشغول تجارت و در ضمن تبلیغ علیه انگلیس بودند. جنرال کنسول انگلیس وجود آنها را مخل آسایش خیش دانست پس یک عد نظامی هندی امارت را محاصره کرده تاجر و خانومش را دستگیر کردند و فورا به هندوستان گسیل داشتند حکمران بوشهر از واقعی مستحضر شده به آنها اعتراض کرد جواب صحیحی نشنید به تهران اطلاع داد و اعتنا نکردند در همین نوان یکی از صاحب منصبان انگلیسی در حین اینکه از امارت سبزآباد خارج میشد مورد حمله یک نفر تنگستانی واقع شد ولی لطمه به او وارد نیامد اما این مسئله بهانه بزرگی به دست انگلیسی ها داد که با شدت و خشونت از معقر و دوله تقاضای تأمین کردند. معقر و دوله چون از تهران معیوس بود آجز مانده و تکلیف خود را ندانست و نتوانست آنها را مجاب کند انگلیسی ها منتظر نماندن فوری دیگه زیادی نظامی هندی و انگلیسی که بنا بود به عراق عرب بروند در بوشهر پیاده شدند بیدرنگ دارال گمرکخانه و سایر ادارات را تصرف و معقر و دوله را در یکی از امارات خارج از شهر حبس نمودند و بیرق انگلیسی را به فراز دارالحکومه و ادارات افراشتند. یک روز بعد از تصرف بوشهر عده چهارده نفری از احرار و آزادگان بوشهری مخالف اجنبی را که کتمن و شفاهن علیه آنها قیام نموده و اهل جدال و اسلحه نبودن دستگیر کردند و به هندوستان تبعید نمودند و مدت یک سال حبس کردند. رئیس علی دلواری و شیخ حسین خان چاهکوتاهی و زایر خزرخان اهرمی سه نفر قوانین دلیر و حساس تنگستان از این واقعه آگاه شدند و تصمیم گرفتند که علیه دشمن قیام و اقدام نموده و در مقام مدافع از وطن برایند رئیس علی از همه جهت دارای یکصد نفر توفنگ بود و آن دو که در اهرم اجتماع کرده و علیه اجنبی متحد شده بودند منتهای چهارصد نفر تفنگچی زیر دست داشتند. بنابراین 500 نفر دلیر ایرانی حاضر شدند برای حفظ شرف و ناموس ملی با چندین هزار نفر قشون انگلیسی طرف شده و دشمن را از تجاوز به خاک وطن منصرف کنند و با خود در این راه کشته شوند. بالاخره غیرتمندان تنگستانی به نیت خود عمل کردند آنقدر در مقابل کوه قشون دشمن مقاومت کردند و از آنها کشتند که دوست و دشمن انگشت حیرت به دندان گرفته و دولت بریتانیا در کار خود حیران و مجبور شد که از در مکر بیرون آمد و رئیس علی و سایر خوانین را به حیله و رشوه به دست دو سه نفر از هموطنان اددارشان به قتل رسانید و خود را از شر آنها راحت کرد. کاپیتان ادوارد توئه معلف کتاب جاسوسی چیست که از صاحب منصبان انگلیسی است در کتاب مذکور در جایی که به شرح حال و اعمال واسموس آلمانی در اطراف شهر بوشهر پرداخته از آنجایی که نخوت بیجای نژادی و فطری خود را نمی توانسته از ترک بگوید و خود را راضی کند که عده معدودی آسیایی که به عقیده او وحشی بوده اند اینطور شجاعت و مردانگی به خرج داده و دولت ف وخیمه او را مستعصل سازند ناگزیر تمام جانفشانی‌های های اهالی تنگستان را نتیجه تحریکات واسموس و پول های بیقیاس او می نویسد. این کاپیتان ادوارد انگلیسی تمجید زیادی از واسموس کرده که اینطور اسباب زحمت و خسارت برای دولت مطبوعه او پیش آورده. ولی از آنجایی که مشهور است دروغ او حافظه ندارد در ضمن مطالب راست و دروغ خود یک مرتبه نوشتن عبارت زیل مشت را باز کرده است پول واسموس تمام شد تا اینکه ایرانی ها به او پول میدادند و در جای دیگر کمال جوانمردی و مهمان نوازی تنگستانیان را با عبارت زیل تشریح می نماید. در این موقع از طرف قوای انگلیس اعلانی شد که پنجا هزار لیره انگلیسی داده می شود که شخص او یعنی واسموس را گرفته و تسلیم کند. ولی با وجود اینکه فقط اروپایی و سفید پوستی بود که ما بین ایالات وحشی می چرخید و ذخیره طلای پولش هم به اتمام رسیده و به قول مسلمان ها یک نفر خارجی و لامذهب بود ابدا سر و صدایی از تسلیمش دیده نشد. به واقع مراتب تمدن و جوانمردی تنگستانی ها یعنی ایرانی های نجیب آن صفحات از همین عبارت که نگارندگی آن هم دشمن ماست آگاه میشویم که با وجود آنکه انگلیسی ها پنجا هزار لیره برای تسلیم واسموس معین کردن و در همه جا اعلان کردن جاهلترین و فقیرترین فرد دهنشین ایرانی حاضر نشد که مهمان و دشمن خود را در مقابل این مبلغ هنگفت است سلیم کند در حالی که به قول آقای کاپیتان ادوارد توه باسموس به عقیده آنها هم کافر هم بود در این صورت آیا جا دارد که کاپیتان چون این قومی را وحشی خوانده و نسبت به آنها توهین وارد آورد ادوارد توه در جای دیگر کتاب خود از اهمیت جنگ بریتانیا و تنگستانی ها و در معنی شهامت و شجاعت تنگستانیان سخن رانده و چنین می نویسد. بالاخره در نتیجه حملات اجتماعی که از طرف توایف مسلح جنوب در بوشهر به قوای انگلیس شد تقریبا عده متنابهی از قوای هند و انگلیس در خلیج فارس و جنوب ایران سرگرم و متفرق گشته نتوانستند به ماموریت خودشان در بین النهرین بروند و نه فقط قوای بری انگلستان را مقشوش و متفرق کرد بلکه تا مدتها چهار فروند کشتی جنگی انگلیس سرتاسر سر بحر عمان را میپیمود که از حمل اسلحه برای واسموس و رفقایش جلوگیری نماید پس از ایراد این عبارات که به قلم دشمن نوشته شده گویا اهمیت جنگ تنگستانی ها با همسایی جنوبی معلوم می شود شدت لزوم نگاشتن جزئیات فداکاری تنگستانی ها واضح تر می شود این بنده از دیر زمان به خیال نگارش وقایی مذکور بوده ام تا کنون که موفق شده و برای اینکه خالی از ملاحت نباشد به کتاب صورت داستان داده و آن را دلیران تنگستانی نامیدم اما پوشیده نماند که مندرجات این کتاب مانند اغلب افسانه های اروپایی دارای هش و وزائد و مطالب آری از حقیقت نیست بلکه آنچه نوشته شده عین حقیقت است و یک کلمه اقراق گویی ندارد فقط بعضی از مذاکرات و آمد و شدهای اشخاص آن هم بر حسب ظاهر صورت وقوع نیافته یا کلمات به طرز دیگری ادا شده که نگارنده برای اتصال مطالب بدین طرز انشا کرده است به واقع این کتاب چون تازگی دارد و نویسنده را جز زنده کردن نام دلاوران وطن دوست ایرانی و تشویق و بیداری احساسات وطن خواهی ارزی نیست امیدوار است که مطبوع طبع هموطنان واقع شود و موجبات تشویق فراهم آید تا به طبع جلد دوم که آن راجب انقلاب فارس و جنگ اسماعیل خان سولت و دولی قشقایی و ناصر دیوان کازرونی و یاور علی قلی خان با همسایه جنوبیز اقدام نماید. نگارنده در این کتاب سعی کرده است که حتل مقدور عبارات را ساده و خالی از تکلف با مراعات لحجه و طرز تکلم ساکنین جنوب ایران بنویسد. بنابراین از نویسندگان نامی و فضلای گرامی مطمئن نیست که بر اسلوب نگارش آن خورده نگیرند که در اینجا مقصود اظهار دانش و قلم فرسایی نبوده است و با اظهار مطلب بیش از عبارت پردازی اهمیت داده شده. البته در اینجا با یه مقدمه را خاتمه داده و به اصل کتاب بپردازم. اما چون نامی از واسموس آلمانی در میان آمد و چنانکه ذکر شد که انگلیسی ها و همدستان آنها سعی می کنند که از مقام جانفشانی تنگستانی ها کاسته و اعمال آنان را در اثر تحریکات و لیره های مهم واسموس جلوه دهند ناچار بدادن توضیحات زیل هستم. قوانین تنگستانی خیلی قبل از ورود واسموس به اهرم در صدد حمله به اجنبی ها بودند و در آن وقت واسموس بین بوشهر و شیراز متواری و از دست انگلیسی ها فراری بود. اتفاقا گذر او به ابواب جمعی حیدرخان حیات داوودی که از دوستان انگلیسی ها بود افتاد. حیدرخان در صدد دستگیری واسموس و اعزامش به بوشهر برآمد. اما واسموس که خیلی هوشیار بود این معنی را درک کرد و چنین شنید که اهالی تنگستان علیه انگلیسی ها قیام کرده اند و خود را به آنها رسانیده و روزی که وارد اهرم شد یک دینار پول هم نداشت به همین خاطر مبلغی خزخان و بعد شیخ حسین خان به او به عنوان قرض دادن و تمام مخارج او هم با آنها بود بعد از مدتی پولی برای او از آلمان رسید و دین خود را به زائر خزرخان ادا کرد. اما تا کنون مبلغی که کمتر از ده هزار تومان نیست به فرزندان مرحوم شیخ حسین خان مدیون است و به همین دلیل در ایران و قریب چاه کوتاه توقف کرده و زراعت می کند و متدرجن دین خود را می پردازد. از اینها گذشته بر فرض که زائر خزرخان و شیخ حسین خان را واسموس تحریک و تشویق و به مدافعی از وطن کرده باشند نمیدانم اجنبیان درباره رئیس علی دلواری که اولین دلیری بود که علیه انگلیسی ها قیام کرد و با واسموس ارتباطی نداشت چه میگویند دیگران که اگر واسماس پول زیادی با خود آورده و به تنگستانی ها داده بود وقتی که نقدین اش تمام شد و مجبور به استقراز گشت و ها برای تسلیمش پنجا هزار لیر انعام معین کردن اگر تنگستانیان مردمانی پول دوست بوده و این کارها را برای پول می کردن یقینا این مبلغ هنگف را برای واسموس توحید از ترجیح داده و او را تسلیم می کردن. علاوه بر اینها مخارج روزمره ی تنگستانی ها چیزی نیست غذای شبان روزی یک نفر تنگستانی یک یا دو عدد قرص و مقداری خرماست که این دو هر دو به وفور در آنجا پیدا می شود تهران سی آذر ماه سال 1310 روکن زاده آدمیت دلیران تنگستانی فصل اول تلاقی و روبرو شدن با خائنین